تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از اول قرآن شروع کردیم و جزء 17 سوره انبیا هستیم، آیه 73. آیه تلاوت میشه، هر آیه 4-5 دقیقه یه تفسیر روان و فشارده و قطعی داریم. آیه 73 رو بشنوید. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. آیات قبل مربوط به حضرت ابراهیم بود که ما به ابراهیم اولادهای دادیم، اسحاق دادیم، یعقوب دادیم، نسل را، ذریه مبارک و همه نسل ابراهیم را، بسیاری از نسل ابراهیم را پیغمبرشو کردیم. ای آیم همونو میگه، میگه فرماد و جعلناهم ائمتا یهدون و امرنا، ما اونها را پیشوایانی قرار دادیم، امامانی قرار دادیم که یهدون و امرنا، به فرمان ما مردم را هدایت میکنن. و بر اینها اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما وحی کردیم بر اینها که کارهای خیر را انجام بدن و اقام الصلاة نماز برپا کنن و ایتاء الزکاة زکات پرداخت کنن و کانوا لنا عابدین، اونها فقط عبادت کننده ما بودن. داره ستایش میکنه ذریه ابراهیم را که اینها افرادی بودن صالح و اینها همه رهبران مردم شدن، خودشون مخلصانه بنده ما بودن و ما کارهای خیر رو به اینها الهام میکردیم و اینها دیگران را به فرمان ما هدایت میکردن. نکاتی که تو این 3-4 دقیقه میتونم بگم اینه که یکی میگه جعلناهم ائمه، جعلناهم ائمه، ما اینها را امام قرار دادیم. پیداست که امامت هم مثل نبوت باید با انتخاب خدا باشه. ای که مردم جمع شن مثل رئیس جمهور با سلام و صلوات و با آراء کسی رو پیغمبر کنه، ای تو نیست. نبوت و امامت به امر خداست. قرآن جای دیگه هم می فرماد اینی جاعلوکن الناس اماما، به ابراهیم میگه اینی جاعلوکن الناس اماما، من تو رو امامت کردم. اینجا می فرماد جعلناهم ائمه، امامت به فرمان خداست. چرا؟ به خاطری که نیاز به امامت همون نیاز به نبوته، به همون دلیلی که بشر نیاز به پیغمبر داره، به همون دلیل هم نیاز به امام داره. یعنی انسان نیاز داره به یک رهبر مطمئن بی لغزش معصوم، چه امام چه پیغمبر. و اسمت را کسی نمیتونه تشخیص بده، فقط خدا میدونه کی معصومه. بنابراین چون رهبر الهی نیاز به اسمت داره و اسمت جز خدا نمیدونه، پس باید خود خدا تعیین کنه که معصوم کیست و امام کیه. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، یعنی هدایت اینها سلیقه‌ای نیست، برداشت و تحلیل سیاسی و حدس و گمان نیست. یهدون به امرنا یعنی به امر ما هدایت میکنن، نه به سلیقه شخصشون. خب ایشون فرمود جعلناهم ائمه، از این باز معلوم میشه که پیغمبرا غیر از مقام نبوت که رساندن پیام وحیه، مقام امامت یعنی رهبری سیاسی جامعه هم داشتن. چون گاهی وقتا یه کسی فقط پیش نمازه، میاد نماز خونه و مسئله میگه میره. گاهی نه، غیر از اینکه پیش نمازه، تولیت مسجد هم در اختیار اونه، عزل و نصب هیئت امنا و خادم و چی خرج کنیم چی خرج کنیم، مراسم تو مسجد چه جوری باشه، یعنی مدیریت مسجد با اونه. اینونی که فقط پیش نماز باشه. پیغمبر یعنی پیام خدا رو بگیره به مردم بگه. امام یعنی مدیریت کنه تو جامعه. این فرمود جعلناهم ائمه. در آیه قبل داشت نسل ابراهیم پیغمبر بودن، ای آیه میگه غیر از اینکه پیغمبر بودن امام هم بودن، یعنی هم پیام خدا رو میرسوندن که پیغمبر بودن، هم مدیریت جامعه رو داشتن. خب تو قرآن دو تا ائمه داریم،
یه جا داریم ائمتن یهدون به امرنا، همین آیه که تفسیر میکنیم 73 انبیا. یه امام دیگه هم داریم که میفرماد ائمتن یدعون الی النار، امامانی که اینها مردم به جهنم دعوت کنن. ائمه یعنی امام. در قرآن دو بار ائمه اومده، یه بار ائمه حق، امامان حق، امام نور که یهدون به امرنا، یه بار امام نار که ائمتن یدعون الی النار. خب بعد فرمود و اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما کار خیر رو به اینها القا می‌کردیم. این معلوم شد توفیق کار خیرم از طرف خداست. خدا باید به انسان القا کنه که کارو بکن. بسیاری از کارها که میشه خدا به ذهن آدم میده که کارو بکن، کارهای خیر. اگر انسان قلبش پاک باشه، سیمش وصل باشه، بسیاری از توفیقات را خدا بهش الهام میکنه. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، خب فعل خیرات شامل نماز و روزه میشه، نماز زکات، اما اسم نماز و زکات سوای برده، گفته فعل الخیرات، بعد گفته نماز زکات. خب نماز زکات جز خیراته، میگه نه، چون یه چیز دیگه، یه وقت میگم شما تشریف بیاد منزل ما، بعد میگم شما هم بیا، یعنی یه دعوت خصوصی ویژه میکنم روی فرد خاصی، معلوم میشه در میان خیرات حساب نماز و زکات از هم جداست. نماز زکات هم در بیش از 25-6 آیه به هم چسبیده، یقیمون از صلات یعطون از زکات، اقیم از صلات آت از زکات، اقام از صلات ایتا از زکات. این نماز و زکات به هم چسبیده و یعنی مثل دو تا گوشواره مونه. اصلا نماز بی زکات قبول نیم، مثل زنی که یه گوشواره داره خودش عروسی نمیره، قطار اگر یه ریل باشه حرکت نمی کنه، شما یه لنگ کشته شوشی از خونه بیرون نمیاد، باید دوتا باشه. نماز زکات با همه و شرط قبولی نماز دادن زکاته. یه روز حضرت آمد تو مسجد، افراد بیرون که فرمود قم قم، یعنی پاشو برو بیرون، قم تو هم پاشو برو بیرون، برو بیرون، برو بیرون. گفتن یا رسول الله چرا اینا بیرون کردی؟ فرمود اونا نماز خونن زکات نمیدن. روایاتی که میگه بنی الاسلام علی خمس، اسلام رو چند تا پنج تا پایه است، یکیش نماز، یکیش هم زکاته، اقام الصلاة و ایتاء. و کانو لنا عابدین، نمیگه کانو عابدین لنا، میگه لنا عابدین. عابدین لنا فرق کنه با لنا عابدین. لنا عابدین این فقط خالص در بس عبد ما بودن، یعنی بندگی غیر ما رو نمی کردن، ذره شرک در اینها نبود. جای دیگه هم قرآن فرمود و ما کان من المشرکین، ابراهیم ذره ایش یک درش نبود. خب عرض کنم بزرگ جناب عالی که اینم بدون نماز و زکات انسان به درجه بندگی خدا نمیرسه، چون میگه که اقام از صلات، ایتا از زکات، بعد میگه و کانوا لنا عابدین، اینا بنده ما بودن. اگر کسی فکر میکنه میتونه بنده خدا باشه بدون نماز و زکات، اشتباه کرده. قرآن ببینید میگه چه، قرآن میگه بعد از اقامه نماز و پرداخت زکات و کانو لنا عابدین، اینها بنده ما بودن. این انسان به درجه بندگی خدا نمیرسه مگه که نماز زکات باشه. خب عرض کنم بزرگ شما که از این آیه باز معلوم میشه که دین از سیاست جدا نیست، چون جعلناهم ائمتن، اینها امام بودن، بعد آخر آیه میگه عابدین، عبد منم بودن. آخه بعضی ها فکر میکنن که اگر خواسته باشن بنده خوب خدا باشن دیگه نباید وارد سیاسی باشن. نه، اینها مدیر جامعه بودن، رهبر بودن، زمین که رهبر بودن کانونن عابدین، عبدمانم بودن، دین از سیاست جدا نیست. خب رهبر باید خودش با آنچه دیگران هدایت میکنه عامل باشه، چون میگه یهدون به امرنا. نسل ابراهیم پیغمبرانی بودن که یهدون هدایت میکردن، بعد با اینکه هدایت می‌کردن خودشون هم اهل نماز و زکات بودن، خودشون هم عبد بودن. یعنی کسی رهبرش موفقه که خودش هم به گفتش عمل کنه. خب این فشرده از تفسیر آیه 73 سوره انبیاء. و السلام علیکم و رحمت الله.